گزارش همکارم فرهاد پولادی را میشنویم که درباره تحولات پس از اعلام تصمیم دیروز پرزیدنت ترامپ است. پرزیدنت ترامپ به عنوان اولین رئیس جمهوری آمریکا 70 سال بعد از تشکیل اسرائیل روز گذشته در کاخ سفید و با مخاطب قرار دادن جهانیان اورشلیم را به عنوان پایتخت آن کشور به رسمیت شناخت. It is time to officially recognize Jerusalem. وقت آن رسیده که اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسیم. اگرچه رؤسای جمهور پیشین این مسئله جزو وعده‌های انتخاباتیشان بود، اما من امروز این وعده را عملی می‌کنم. به قضاوت من این تصمیم در برگیرنده مصالح آمریکاست و به دستیابی به صلح بین اسرائیل و فلسطینیان کمک می‌کند. امروز بالاخره به این واقعیت اذعان می‌کنیم که اورشلیم پایتخت اسرائیل است. این صرفاً قبول واقعیت است بدون هیچ کم و کاستی، که البته کار درستی است. او با اشاره به قانون مصوبه کنگره که بیش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد گفت که همراه با اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل به وزارت خارجه دستور می‌دهد که احداث سفارت کشورش را در اورشلیم آغاز کند. پرزیدنت ترامپ با مخاطب قرار دادن فلسطینیان بار دیگر با آنها یادآوری کرد که بنا به وعده‌های انتخاباتیش همچنان به عنوان تسهیل کننده دستیابی به صلح پایدار بین آنها و اسرائیل عمل خواهد کرد. For the Palestinians, we are not taking a position of any final status issues. برای فلسطینیان ما موضع‌گیری خاصی نسبت به وضعیت نهایی شهر اورشلیم اتخاذ نمی‌کنیم، یعنی در تعیین مرزبندی این شهر در کشور مستقل اسرائیل دخالت نمی‌کنیم. این مسئله باید توسط گروه‌های مربوطه حل شود. آمریکا همچنان به ارائه تسهیلات لازم برای دستیابی به صلح که مورد قبول دو طرف است پایبند می‌ماند. من برای محقق کردن آن حداکثر تلاش را خواهم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به گرمی از تصمیم پرزیدنت ترامپ استقبال کرد و روز چهارشنبه را روز تاریخی مهمی عنوان کرد. من از همه کشورهای جهان که خواهان صلحند می‌خواهم که با پیوستن به آمریکا اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته و سفارت‌هایشان را به این شهر منتقل کنند. من در کنار پرزیدنت ترامپ پایبندی خود را به دستیابی به صلح با همه همسایگانمان که شامل فلسطینی‌ها می‌شود ابراز می‌دارم. اسرائیل با پرزیدنت ترامپ و تیمش برای محقق کردن رؤیای صلح همکاری خواهد کرد. به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت هدف همه یهودیان است. به وضوح بگویم هیچ تغییری در وضعیت اماکن متبرکه شهر اورشلیم رخ نخواهد داد. اسرائیل همواره آزادی مذهبی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان را تضمین می‌کند. پرزیدنت ترامپ، از اینجا اورشلیم، پایتخت اسرائیل، از شما سپاسگزارم. اما محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با انتقاد شدید از تصمیم پرزیدنت ترامپ گفت که رئیس جمهوری آمریکا جایگاه خود را به عنوان میانجی صلح در بین فلسطینیان که خواهان اورشلیم شرقی برای پایتخت کشور آینده خود هستند از دست داده است. كما ان هذه الاجراءات تصب في خدمه الجماعات اقدامات ارائه شده از سوی آمریکا صرفا کمکی است برای گروه‌های افراطی که تلاش دارند نزاع منطقه‌ای ما را به جنگ مذهبی تبدیل کنند. این مسئله به نزاع بین‌المللی و جنگ بی‌پایان که پیشتر درباره آن هشدار داده بودیم منجر می‌شود. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی به همراه دیگر احزاب برای هماهنگی پاسخمان به این مسئله و تحولات آن در روزهای آینده گرد هم می‌آییم. علی رفضه و محاربته. اورشلیم شرقی که تحت قیمومت پادشاهی اردن بود در جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل نیم قرن پیش به تصرف دولت اسرائیل درآمد. فرهاد پولادی، صدا آمریکا.